آواز ملی سویدن. معمولاً روز ملی یک کشور ارتباط می‌گیرد بر رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده و برای آن کشور اهمیت خاص تاریخی دارد. در سویدن 6 جون را به عنوان روز ملی تجلیل می‌کنند. برای اینکه پیشینه تاریخی این روز را بدانیم، باید به گذشته برگردیم. در کل می توانیم بگوییم 6 جون پیشینه خود را در 2 رویداد بسیار مهم در تاریخ سویدن دارد. اول، انتخاب گوستاف واسا به عنوان پادشاه. در سال 1397 میلادی، کشورهای سویدن، دانمارک و ناروی اتحادی را تشکیل دادند که اتحادیه کلمر نامیده می شد و شامل مناطق فنلند، ایسلند، گرینلند، جزایر فارو و برخی مناطق دیگر در شمال اروپا بود. هرچند این کشورها در امور داخلی خود آزاد بودند، اما توسط یک پادشاه واحد اداره می شدند. گوستاف واسا توانست مردم سویدن را در یک جنگ آزادی بخش گرد هم جمع نماید و اساس کشور مستقل سویدن را بگذارد. او به تاریخ 6 جون 1523 به عنوان پادشاه سویدن انتخاب گردید. گوستاف واسا را اساسگذار سویدن مدرن نیز می نامند. دوم، تصویب قانون در مورد شکل اداره کشور به تاریخ 6 جون سال 1809 میلادی. این قانون که بخشی از قانون اساسی می باشد، در واقع سویدن را از یک سلطنت مطلقه به یک پادشاهی باثبات و مشروطه با پابندی به حاکمیت قانون و آزادی های مدنی از جمله آزادی مذهب، مطبوعات و بیان مبدل نمود. اما این نخست در سال 1983 میلادی بود که پارلمان سویدن تصمیم گرفت 6 جون به عنوان روز بیرق یا روز پرچم شناخته شود. سپس در سال 2005 این روز به عنوان روز ملی سویدن و یک تعطیلی عمومی شناخته شد. اکنون در سراسر سویدن از این روز تجلیل به عمل می آید و معمولاً پادشاه و ملکه سویدن در کنار دیگر اعضای خانواده سلطنتی و رهبران دولتی و سیاسی کشور در این مراسم اشتراک می کنند. همچنان از افرادی که در جریان یک سال گذشته توانستند تابعیت سویدن را کسب کنند نیز دعوت می شود تا در این مراسم شرکت کنند.